سلام و شبتان بخیر. امید جور باشین، صحتمند باشین و خوب باشین. بازم ما خالد بارکزی در یک برنامه دیگر با یک شور و هیجان دیگر مهمان خانه های شما هستم در رستوران بسیار مقبول و زیبای ترکش فامیلی واقع در مجید مال، قلب شهر کابل، شهر نو. امید که جور باشین و صحتمند باشین و روزگار بسیار خوب و خوش و فریخته و پر انرژی و پر تراوت را همیشه پشت سر بگذارین و بیننده این برنامه باشین. شما هم وطنان عزیز اگر موفق نمیشین از طریق تلویزیون بیننده باشین، سری بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو و در اونجا این برنامه و برنامه های دیگر را کماکان بیننده باشین. نظریاتتان هم فراموشتان نشه که شریک بکنین. باز هم میدونم که منتظر هستین ببینین که باز چی گپ است و کدام گل به او داده میشه در برنامه و مهمان ما کی است و قرار است که در کدام مورد و کدام موضوعات گپ بزنیم و قصه کنیم و چی گپ میشه. امشب باز هم شب شور و هیجان و تمثیل و اکتنگ و هنرپیشگی و سینما و کپی کردن از هنرپیشه های سینما هست. امشب میدونین کی را با خود داریم؟ امشب با خود سلمان خان افغانستان را با خود داریم. امشب با خود آقای ارکان نورستانی که اکت میکنن، دیالوگ میگن و تمثیل سلمان خان هنرپیشه بالیوود و سینمای اند را انجام میتن و اکتنگ میکنن. میریم میبینیم که واقعا اکتنگشان به سلمان خان میمونه نیمونه، واقعا مثل سلمان خان هستن نیستن، واقعا همون دیالوگی که سلمان خان میگه در فیلمای خود اما تو دیالوگ اکت میکنن یا خیر. آقای نورستانی آمدن، منتظرتان نیمونم زیادتر، میریم صحبت ها را با اونا ادامه میتیم. جن کسان میخواد جور کر بیکنن اونی کو اپنو بیرو تلی گیری مکارو کو تڑا رون شریف آدمی کو بزدیل سمجھتی ہو، عزت دار آدمی کو قائل، ایمان دار آدمی کو بیوکوف، عام آدمی سوتا ہوا شیر کو انگلی مت کر جاگ گیا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ چقدر زیبا، چقدر با احساس، چقدر مقبول. یکی از فیلمای بغاشن گفتن که فیلمای هندی بود تا سلمان خان، فیلم جی. بله بله، بله ماشاءالله جوانان افغانستان اگر فرصت برشان میسر بگرده سراسر هنر هستن. همچنان دیگه هم یک تعداد میگن، میگن همی خانوما و دختر خانوما از شش انگشتشان شش هنر میباره. آلمان فهم با مردا چی بگویم؟ خب با مردا بازی هایشان هنر خودان حمایه میکنه، میفهمن دیگه چی هست. بازی دختر خانوما هست نمیتونه بازی هنر را برای مردم نشان بده. بله بله، میریم شروع میکنیم از جایی که آقای ارکان نورستانی البته خود را سلمان خان احساس کردن یا معرفی شدن یا مشهور شدن در بین مردم. سه گزینه را گفتم. چه زمان امی نام سلمان خان افغانستان سرت مانده شد؟ چی گپ شده بودم اون وقت؟ چی خبر بود؟ ما خودم در سینما کار میکنم، یکی علاقه ما امی بود که ما در فیلم های هندی سلمان خان رو زیاد سر میکردم، وارد سینما شدیم. یک چیزی که علاقه داشته باشی، یک چیزی که بخونی، علاقه به علاقه به شوق بخونی، انسان میتونه یک جای برسه. یک برنامه، برنامه تلویزیونی بود که اونجا رفتم، یکان دیالوگ های ما هم بود، وقتی یکان دیالوگ های سلمان خان من تیک تاک جور کرده بودم، قسمی از او تیک تاک صدای از او بود، فقط اکتینگ از ما بود. من هم قسم جور کرده بودم، یارا دیده بودم که پس دانمو در تلویزیون ها را هم نشان دادن. باز بیننده نام سلمان خان، انا تو سلمان خان افغانی میگن، اما ما خودم احساس نمی کنم که سلمان خان باشد. اولین نفر که خودت سلمان خان گفت کی بود؟ یکی از دوستای ما بود. یکی از دوستای ما بود، اولین نفر که بود تلویزیون بود، یکی از تلویزیون ها بود. دویمش که باز دوستای ما بود تلویزیون بر شما سلمان برای شما خان گفت؟ برای ما هم قسم گفت، گفتم یا تنگ چیزا را که میکنی گفت یک ذره نمو را خمارا میشه. خب اولینش که او باز نام مرا نگرفت با نام مشهور با سلمان خان افغانی تو چیزا را باز چکر. خب آقای ارکان نورستانی با ما هستن، از خاطراتشان، شوق علاقهشان به سلمان خان که شما میشناسین، یکی از هنرپیشه های بسیار مشهور سینمای بالیوود یا هندوستان هستن و طرفداران خیلی زیاد در افغانستان دارن دیگه. چی میگن ما سلمان خان از نزدیک ندیدیم، اینا کپیش خود دیدیم. فکر نکنم که باز گفتم شاید کپیم، ما اکتینگ از رو باز شنیدم. نه همی ظاهر چهره تانم میخوان آقای. خب بعضی دوستان میگه خب، اما
بعضی هایش میگن نه دیگه این کجا میخوانه نه عالم استایل را کامل شما جور کردین سلمان خان وارث شاید استایل باشه اما چهرهش ما فکر نمیکنم نه هم سایل کردن چشمایتون کم تو یک دیالوگ بود اینمی گپ بود که می سایل کردن چشمای بود که خب اما تو یک سایل کدامی کامری کلوز ما هم تو مثل همو امی ان ار پی شای بسیار مطرح مشهور امی یک استایل سایل کردنشون هم بسیار خاص است یک تعداد کپی میکنن نه همو استایل سایل کردنشون اما تو یک سایل کو طرف هم یک دیالوگ هم بگو اگر بار دیگر آمدی با مادرت قسم از اینجا پای جور نخواهد رفت خودت از اینجا گم اگر نیت تو کار کنم کی از زنده بودنت پشیمان شد زیادتر فکر کنم در دیالوگ های خشن راحت هستین مشکل ندارم من میتونم باز دیالوگ های دیگه هم میتونم زیادتر اما خشن آقای ارکان نورستانی باز بخیر قصه میکنیم قصه های فیلمی و سلمان خانی زیاد است فکر کنم زیادتر وقتتان در فیلم دیدن تیر کردین ما وقتی که خود بودم از زیادتر فیلم های شوقی فیلم بودم که فیلم ما احساس نمی کردم که ما یک روز ما سینماگر میشم یک فیلم نقش کار میکنم یا فیلم جور میکنم اما قسم در وجود ما احساس نبود فقط اما فیلم ها میدیدم که لذت خدا میبردم بالاخره نظر با اون سن که بالا رفت فیلم ها را که میدیدم چه قسم ما تنها فیلم ها سیل نمیکنم ما کارگردانش هم سیل میکنم چه قسم کارگردانی میکنم چه قسم دایرکتوری میکنم چه قسم باید نوشته شود ما تمام چیز در نظر میگیریم یک فیلم ما هم جور کردیم گفت من خودم دایرکتر هستم دو. اما ما داستان دایرکتر هم هستم ما داستان رو نوشته کردیم ما خودم کارگردان هم فیلم ام پرودوسر هم فلاپ هستم پرودوسر هم هستین دایرکتر هم هستین خودم نقش هم کار اکتور و اونر پیشام هستین مثل آقای سلیم شاهین وارستن خیلی خب آقای سلیم شاهین به خاطر که نام میگفتن نه هم پرودوسر هم دایرکت هم انار پیشه میکنه خب میکنه خب انسان استعداد داشته باشه هر چیز میتونه بعضی هایش از لاف میزنن حالا آقای سلیم شاهین چی میکنن؟ لاف میزنن یا واقعیت ما آقای سلیم شاهین نزدیک اول ندیده بودم ما وقتی که در پرده تلویزیون که میدیدم گپای از او کلش اول مردم فکر میکنن لاف میزنه شاید لاف بزنه رو گفته نمیتونم اما از نزدیک دیدیم یک مردی هست که واقعا ارچ که تعریف هم کنیم باز هم کم از همون شرایط هم او را قسمی ساخته که فعلا در افغانستان نیستن خارجه که باشه باز هم موافقت بیشتر برایشان خواهند بله بله بچه های فیلم چه کشورهای خارجی باشه افغانستان یک استایل خاص خود دارن دل باز پوشیدن یک خان کم باز می باشد مویا کم استایل زدگی می باشه و خوب بادی بلدر هم می باشن خب بازی خوش می باشه بازی شما هم خوب نام خدا یک اندام بادی بلدری دارین نیم شکر خدا ما اینجا تعریف پیشورید خوب نیست ما یکی از علاقمند هنر شما هستیم ما در وقت زیاده در جمهوریت شما را می دیدیم در برنامه اما علاقمند خود شما هستیم قربان شما یک استعداد خاصی داریم سلامت باشین تشکر میکنم در فیلم هایی هم که شما خودتان کار میکنین حالا خب بدور از اون ویدیوهای تیک تاکی که شما صدای سلمان خان هم اندازین فیلم هایی که خودتان کار میکنین هستین یا پرودوسر دایرکترش کس دیگه باشه باز اصرارتان دمی هست که نقشای باید مرکزی باشه و مثل اکتنگ سلمان خان امو تیپ و ظاهر باید تان باشه یا هر نقش را انتخاب میکنیم؟ نه ما هر فرهنگ اوانی خود ما در فیلم خود ما استفاده کنیم ضرور نیست از کسی کپی کنیم یه تیک تاک ها را که جنون تیک تاک با خطر از نمی کپی کردن هست که ما شما جور میکنیم وقتی که داستان را نمشته میکنیم از داستان کس را کپی نکنیم از هنر خود ما استفاده کنیم ما که می فیلم ها را جور میکنیم فیلم که می فیلم ها که ما جور میکنیم از کسی کپی نکردیم اکتنگ از خود ما است اما داستان یک چیزی که واقعی تر شده نمی رو ما در تصویر میکشیم سب کردیم خب اولین فیلمتان کدام فیلم بود؟ اولین فیلم ما که نقش کار کردیم کوتاه نقش داشتیم که یک پایین دقه واری یک پایین دقه دا دقه واری فیلم بود که فیلم در یک فیلم پایین دقه نقش داشتیم؟ نه پایین دقه نقش داشتیم که اولین فیلم شد گفتم پایین شش دقه فیلم نقش داشتیم فیلم دوکاباز بود دوکاباز بسیار یک نام هم نام اردو مانده دوکاباز نام پشتوست دوکا اردو هم استفاده میشه بله این فیلم یکی از فیلم کمدی بود حالا هم در یوتیوب هست فیلم هم کمدی بود هم یک پیام داشت بله بله نقش شما هم نقش کمدی بود؟ نقش شما که اونجا بود ما یک پولدار نقش پولدار داشتیم پولدار داشتیم؟ چی رقم یک اکت داشتیم؟ یک اون قسم اینجا اکت نکرده بودیم فقط یک دوست ما میه یک امون دوست ما مرا فریب میده یک لگه پر از ما میگره میره میگه ما یک کار خوب جور میکنیم ایتو میگم به دیگه امون کارهای دوکا بازی را میگم ما اوسو کردیم باز ما را فریب میده پیسه را میگره میگره حالا خب بخوای یا نخوای به نام سلمان خان مشهور هستی آقای ارکان چی بخوای نخوای خودم احساس نمیکنم اگر دوستا میگه ما چیزی گفته نمیتونم نه احساس خو میکنه نه به خدا احساس نمیکنم قسم از اینو گفتم هیچ وقت ما گفتم پیش روی نکم استاد شوم خب یک اون تو خود چیره داشته میباشه اینا استاد شوم
یک چیز میگه که والا ما مو قسم مالا میشه. ما فقط امو دیالوگ شا میتونم که قسمی که اوی چی میکنه اکت میکنه امو اکتشا. اما ترس لباس پوشیدن شاید ما هم خود احساس میکنم که امو قسم ما اگر چیزی که میگرم امو چیزا را میگرم دا... اما این احساس نمیکنم که چیره ما مثل اون امو هست. در تقلید صدا چطور هستن؟ تقلید صدا ندارم، فقط همین هنرپیشه و سینماگرا هستن؟ بازی هایش هستن. خوب تقلیدگر صدا هم هستن. بله. چون حالا علاقمند خاص سلمان خان هم هستی دیگه. بله. بخواین صدایشان هم میتونین تقلید کنین؟ اما یک صدای غور دارن، خاص دارن. خب انمی دیالوگ شکی بعضی صدایشان اگه بطور مثال یک نفر اگه ویدیوش هم نبینه بشنه میفهمه صدای کی هست. بعضی صدا خاص است نه؟ شاید صدای تقریبا ما غور میتونم که کنم اما تو بگو یک دیالوگ بگو جن تسام نه هات جور کر بیت مارده هم اونه کو اپنو بیرو تا دو گیره مکولو که تڑا روان شریف آدمی کو بزدل سمجھتی هم ازددار آدمی کو قایر اینو کسی میشه خب باسته وقتی که او را ما گفتم یک فلم های سلمان خان ما دوبله هم کردیم یک اشتر بزنان دوبله کردیم که باز پخش هم شده باز او صدا را که دوبله میکنی یک ذره بالا و پایینش جورش میکنه و یک ذره غور رو میکنه برابر میکنه اما انسان بعضی هاش میتونه صدا یک نفره بکشه بازی کنه ما فکر نکنم که صدا از او را بتانم بکشه تا بیرون که کشت گذار میکنین برخورد مردم چی رقم است؟ بیرون گشتگزار اینقدر مشهور نیستم بازی خواهش که زیادتر اگر بگم من سبزی فرو گرفتن اگر برم همین کراچی وان هم تو میشه چی میگن تا انت سر میکنه میگه تو فالا همین فیلم دوکاباز که ما زیاد گفتم دو زیاد چی کردیم بود بازی های نام فیلم دوکاباز میگیره باز ما زیادتر فیلم هایی که کار کردیم کوتاه کوتاه نامو فیلم ها رو میگیره میگه ما نامو هستم ما دمو فیلم دوکاباز که بود نام ما عجب گل بود یک سبزی فروش سبزی رو دادم تو گرفت گرفت عجب گل نیستی گفت ما گفتم دمو فیلم عجب گل هستم ما بعضی هایش میشناسته خوبه بعضی هایش میشناسته بعضی هایش که میبینی یا گم تا که میگه والا چیره شاشما از که اونجا کار نکردیم تنها دمو فلم میشناسن تان به نام سلمان خان نمیشناسن تان باز دوستایی که در فیسبوک هم ما هستن در شبکه های اجتماعی هم ما هستن میشناسن اما کسایی که بیرون هیچ امرشان رفت آمد نداریم یا شناخت نداریم و باز بعضی هایش که فیلم دیده که وگان تا میگن که چیره شاشناست که هم جایی که تلویزیون یا در فیلم کار نمیکنه بعضی هایش زیادتر کوشش میکنیم اکتینگ داشته باشیم از آقای ارکان راستی هم نامتان هم خوب جالب است ارکان ارکان مانایش رکن است رکن جوس یورو مانا خواه ارکان نورستانی از نورستان بله چه یک جای مقبول و زیبایی هم است بله باز جایش هست که طبیعی است که طبیعی است هم با امید از اینکه یک روز ما و دوستا زیاد علاقمند هستیم بریم نورستان بریم نورستان از نزدیک یکی از جای بسیار زیباست که شهرت جهانی داره آقای نورستانی فیلم های افغانی چرا نام نمیکشه آقای نورستانی؟ به نظر ما چرا بیننده نداره؟ هر کس نظر داره نه هر کس نظر داره اگر نظر خود ما شخصی خود ما میگیم فیلم های افغانی ما اگر مثل فیلم های بالیود و هالیود ولی یک زمینه مساعد عمره ما می بود باور کو را با شکست میداد آله هم بالیود شکست میدادیم؟ میدادیم باور کو میدادیم یک به یک شرط یکی خو اما زمینه هم برای ما مساعد می بود دومی که اتفاق می بود ما زیاد وقت نمیشه می دو 30 سال که ما کار کردیم 4 سال که کار کردیم باور کنین از ریش سفیدا گرفته از جوانا گرفته ما تمامش شناختیم که به خاطر کی به خاطر چی کار میکنن یا سینما ما تمامش شناختیم ما باز سینماگرای ما هست که به خاطر پول اما هنر خود می فروشه ما دیدیم بازی هایش از باز شاید سینماگرای اینجا هم جایی که دعوت شوه بگه که والا سینماگرای ما حق شو میگم ما دیدیم گفتم ما زیاد کار هم نکردیم نفرات ما زیاد دیدیم که به خاطر پول اما هنر خود می فروشن بله بله یکی از دیده شب چی گفته شده که یکی از دوستای ما بود گفت برای ما یک تلویزیون تقاضا کرد گفتم اونم گرفته بیا تو هم بیا ما زنگ زدیم کدام تلویزیون تو را پیسہ میده که میگه اول که گفت نگفت که برنامه چی است به خاطر چی هست به خاطر چی میخواد گفت پول میده خب اونم گفت ای خویی خو اپ تلویزیون که تو را خواهش کنه بخواد از او که پول میگیره تو خبرم نداری که برنامه سر تو چی هست شاید هم مسائل اقتصادی و مشکلات فقر و مسائل تو بگو اقتصادی ما هست چی ما هست دفعتاً برنامه چه قسم هست تو مستقیم یک توهین کردی بگفت یعنی پول میتا با ما یعنی فکر کن یک هنر خودت با پول فرق دید بله 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 اگر بخی همی چای از یادم رفت آقای ارکان میشه میباشین بسیار زیاد دیگه باش بر شما عرف شما قربان تان امروز متفاوت چای است آقای ارکان چای سبز است چای سبز است که تا به امروز نوشان نکردین بگیرین یک بار نوشان کنین بچشین ما خوب. و چای بسیار خاص هم با بغلاوه ترکی میتونین که در رستوران ترکیش بیاین با خانواده بسیار عزیزتان حضور داشته باشین از انواع و اقسام غذاها نوشیدنی ها
و بعضی از شیرنی باب لذت ببرین و نوش جان بکنین. و آدرس شهر نو مجید مال منزل 4 میتونین حضور داشته باشین. بچه فیلم هم با ما هستن که مشهور به سلمان خان هستن، اگرچه خودشون قبول نمی کنن خب همین هم شهرت داره. خب امی سلمان خان خوب دمی گریان کردن هم خوب مایر است، دیدین نه؟ یک فیلمش بود به نام فیلم تیره نام، بسیار مشهور بود، اما فیلم هم بسیار نام کشیده بود، خوب گریان میکرد. کدام یک اکت گریان میتونی بکنی آقای ارکان؟ سینماگر خب هر کار دیگه باید بتانه، چون وقتی که میره در سینما میره یک دفعه برش دایرکتر میگه نقش گریه رکو، نقش خنده رکو، نقش دیوانه رکو، نقش کمدی نکو. خب اجازه است باز پیش تو بیام، مثلا نه یک وقتی که گریه میکنی یک معنای داشته باشه، یک دیالوگ هم امرش باشه. اجازه است باز پیش تو بیام، یعنی فکر کن برادر خرد برادر کلان ما هستی، ما یک کسره دوست دارم، تو میگی ما چند بار رفتیم، فکر کن من خسرت هستم پیش خسرو اومدم فکر کن من خسرت هستم. خب خسرو قسمی است، وقتی که ما افغانستان ما پیش خسرو هیچ وقت نمیریم، چون اول سازگاری میریم. حالا خب نقش است دیگه، مشکل نداره، باز ما میتونم، مشکل نیست. سایز بفرمایید. مقصد گریه داشته باشه آقا. گریه میکنم خیر، خب همون نظر به همون چیزی که احساس بعضی هایش هست گریان که میکنه یک چیز من دازنه. بله بله بله. بعضی هایش هست همون تصویر گذشته را در ذهن میارن. باز هم هنرمندا و سینماگرای ما بسیار با استعداد هستن، اید نیاز به انداختن چیز نیست، خودشان همون اونم طبیعی است. طبیعی است. طبیعی است. دیگه را که کار هر کسوم نیست. پارتی یک عشق میاسه هیچ چیزش دیگه چیز نیست. کار هر کسوم نیست. نه ما هنرمندای ما اطلاع مطمئن هستم اگه برات امکانات می بودم سلمان خانم شکست می دادی. نه خواهش می کنم بفرما. یعنی تو در نقش سور ماست دیگه. خب بیا دیگه نسیز مشکل خواهد وقفه بگیریم خیمی را بانیم که اما تو تندور داغ باشه همی بینندای ما انتظار میکشن و پس از وقفه بیایم اما تو مستقیم سر می اکتنگ بریم سیز پیش خودت همینجا بریم سیز ما یکان جای دل بینندار او میکنیم دیگه یک وقفه میگیریم راستی تشکری میکنیم از شرکت برادران مؤمند که از محصول بسیار مرغوب و بی‌نظیرشان که انرژی درینک مانا میباشه با چند نوع طعم مختلف که یک طعم دیگهش پیش ارکان جان عزیز است. تشکری میکنم از حمایت و پشتیبانیشان در این برنامه. اگر میخواین مقوی باشین، اعصاب آرام داشته باشین و با صبر و با حوصله باشین، انرژی فراوان داشته باشین، میتونین که از انرژی درینک مانا استفاده بکنین، نوش جان بکنین و همیشه موفق و پیروز تندرست در هر لحظه زندگی باشین. باز بخیر ما هم نوش جانش میکنیم. حال خنو چای خوردیم، پس از وقفه میاییم و با یک اکتنگ بسیار جالب و زیبا با آقای ارکان نورستانی خواهیم بود. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. ما در رستوران ترکش واقع در مجید مال شهر نو کابل هستیم و تشکری میکنیم از همکاران بسیار عزیز و دوست داشتنی این رستوران. شما مگر میخواین بیاین حضور داشته باشین، جای خیلی زیاد بر فامیلا، خانواده های محترم، اطفال نازنینتان در اینجا وجود داره. میتونین از انواع و اقسام نوشیدنی ها و شیرنی باب و غذاهایی که در اینجا وجود داره صرف بکنین، نوش جان بکنین و لحظات بسیار خوب خوش را، غم و اندوه، سختی ها و مشکلات و چالش ها را از خود دور داشته باشین. و همچنان تشکری بسیار زیاد میکنیم از انرژی درینک مانا، تولید شرکت برادران مومند که همکار هستند و حامی و پشتیبان این برنامه هستند و شما را هم تمنا میکنم که از این انرژی درینک لذیذ و خوشمزه بنوشین و یک طعم متفاوت را تجربه بکنین. پیش از اینکه وقفه بگیریم گفته بودیم که بیا یک اکتنگ گریانه آقای ارکان نورستانی بکنه، چرا که همین سینماگره ها خواستن این بچه های فیلم دیگه باید در کاره باشن، در نقش دکتر باشن، در نقش ملا باشن، در نقش آوازخان باشن، سینماگر باشن، گریانوک باشن، کمدین باشن، عاشق باشن، هر کاره دیگه باید باشن. نه هر نقشه که داداش باید خارکا اینمی ویژگی سینما و هنر تئاتر است که هر کس نمیتونه از این خاطر بره در سینما، باید تو نمی خصوصیت ها رو داشته باشی که بتونی در سینما قدم بانی، متفاوت باشی نسبت. حالا ما اگه بگن تو نقش گریان بکو یا نقش بدماشی یا بچه فلان بکن نمیتونم. و یک چیز بگم، کل چیز که در همه گریان کردن یک ذره سخت تر است. مهمترین چیز اونم مو است. همین دایرکتر من یک جای شنیده بودم که میگم اولین کس را که ازش امتحان میگیرن در سینما که رایش میتن
میگه تو یک نقش غمگین تراژدی کسی میتونه که گریان کنه بدون اما موار، کسی میتونه که یک درد داشته باشه، اما چیزا رو در ذهن خود میاره، دانمو خیالات غرق است که باز چی میکنه، فکر میکنه که نمو امو درتینگ چیزا رو که دیالوگ را که میگه فکر میکنه دانمو وقتا قرار داره. میریم بخیر. یگان دفعه ما یگان اجرا میکنیم، آقای نورستانی یگان تمثیل میکنیم، یگان اکت میکنیم. باز خدای یار جان نمی تیک تاکرها باز نمو قسمتش میگیرن کات میکنن در تیک تاکا مندازن، باز مردم ما برنامه ندیده باشن میگن خی واقعا یا جنگ کردن یا سیاست کردن یا مشکل وجود داشته و بعضی مسائل، اما قسمت اصلی برنامه را کات میکنن. اونم که... اون قسمت ده. دارن میگن اونا دیده موضوع را از پای میکشن. نمو حالا ما یک هفته قبل امروی آقای عطایی یک دیالوگ داشتیم، نقش قرضدار بازی کرده بودیم، اما قسمتش تیک تاکرها گرفته بودن، صفات اجتماعی انداخته بودن که ما دعوا کردیم امروی آقای عطایی جنگ سر صدا کردیم. او قرض گرفته است دیگه، اما قسمت آخرش اگه باید میماندن که یک تمثیل بود و خود آقای عطایی موافق بودن با این کار، اون چیزها را کت کرده بودن. خب بریم و هر صورت باش که از این برنامه چی کت میشه. کاکا جان ما خوب تو میفهمین، ما مادر دارم نه پدر دارم، دنمی را پدر مادر ما از دست دادیم، زیاد وقت میشم دختر تا دوست دارم، اما دیگه کس را نداشتم که از او خاطر پیشت آمدیم، حضور میکنم آنمو را بر ما به توام راضی است. خیر از نیه نامزاد کسی او نو نیمان نیم آزن دارم، نیه او کدام نامزاد هست، او هم ما را دوست دارم، ما او را دوست دارم. خب لطفاً امداد تو با کدام جرات تو جرات کردی که پوشنی ما بیایی بگویی که من دخترت دوست دارم؟ نه پدر داری، نه مادر داری، نه بیخ و بوته داری. نمیتونم بدون این چیز زندگی کنم، از اون پتر یک دل صد دل کردم، اما صد دل یک دل کردم. لطفا اما خواه مجبور میکنی که من همی بادیگارده و بخش امنیتی را صدا کنم دیگه سرت نیم. تو نمیفهمی که من خان هستم دیگه؟ باور کن دخترت اقل خوشبخت میکنم که ایران با لطفا. من راضی نیستم به این کار. لطفا خیرش من نمیتونم بدون این سوزو دیگه. من نمیفهم از کجا آمدی، کسی که بیخوا خانه ما آمدیم. او دختر، دخترم راضی نیست آقای اپنی از راضیست بود، با خاطر میترسم. یک مرد کجا گریان میکنه که تو پیش ما آمدی گریان میکنی؟ مرد دو چیز گریان میکنم. مرد اول مرد گریان نمیکنه، ده از دو حالات گریان میکنه، یکی که بخاطر ماده، یکی که عاشق شد ما عاشق دختر شدیم. والا تو گپ است تا که یک خوب یک بق نزنی، بق نزنی در گریه امکان نداره که ما زیاد گریه کردیم، شب و روز بخاطر از او گریه میکنیم. متاسفانه لطفا که چون والا تو یک گپ است که باز انشالله تصمیم میگیریم، گپ میزنیم رایش تصمیم میگیریم، ببینیم که کت مرمی میزنیم تا یا دختر میدیم. اگر اون رو کت مرمی بزنی اول مرا بزن. نمیتونم بدون از زندگی کردم. تو چی رقم در مقابل یک خان اجازه پیدا کردی داخل شهی بیایی؟ گفتم عاشق شدیم، یه دل صد دل یک دل کرده آمدیم، اگر ما را میکشی امینجا بکش، اگر نمیکشی دختر تو بده لطفا نمیتونم. ماله ماشاءالله خیلی با استعداد، خیلی زیبا. یک دفعه گریه تبدیل به خنده شد. راستی اشکای تو نام اومد آقای ارکان؟ خب دیگه، خب تمثیل از میای دیگه. ای اشکا راستکی مقصد این سینماگرا کسایی که هستن، ما دیدیم یک دستگاهک دارن، یک چیز دارن در چشم میزنن که باز از او اشک میاد. شما هنرمندای افغانستان رو ببینین که چقدر با استعداد هستن. خب کیت نیاز به گپا نیست آقای ارکان، گفته یگان تا این به نیاز به پیاز نیست. هیچ نیاز به پیاز نیست، یعنی پیاز هم استفاده میشه یگان جان؟ آره در فیلم پیاز استفاده میشه زیاد. پیاز زیاد، عمو دوا کدر عمو دوا کی از اول که مندازی تا یک پنج دقیقه را نمانی راحت نکنی چشم رو باز کردن نمیتونی، پیاز زیاد باز میتونی، هم چشم سرخ میشه هم چی می اشک میاد. یک نوع دوا است مفته، او دوا کی از دوا زیادتر استفاده نمیکنن، عمو کسایی که فیلم کار میکنن او کسایی استفاده میکنه که اول که پرتی رو چشم سخ میگیره تا پایین دقیقه رو چشم باز نمیشه، بعد از اون نرمال میشه. خب از اون قدر اون پیاز خوب است که
خیمه یک شوخی کنم که اتون شوخی نیست، جدی فکر میکردم. من میگفتم خیمه امیسا در این فیلم ها از یک دور یک تفنگچگه که خورده گرفتن آقای ارکان همون نفره که همون دقیقه میگه گریه کنم تفنگچه رو میزنه او در چشمش میایی و او سر میکنه. بعضی خیلی ما مواد داریم، یک برقی یک چیز داریم که در وجود داخل میپوشانیم، او باز او شارت میکنه و انفجار میکنه، او باز دیگهش کسایی که در همون تفنگچه رو گرفته او فقط اکت میکنه، فکر میکنه که از اینجا مرمی بار آمده اینجا دارم. او یک لباس است که زیر لباس پوشیده میشه. نه امی، من امی عشق و گریه نگفتم. من فکر میکردم از یک تفنگچه از روی دور در چشمش میزنه. نه دیگه، کدام تکتیر انداز شانده از دور میگردم چشم از این که همین دقیقه گریه میگنه تاق بزن که در چشمش. زیادتر وقت در سب کردن نمی سحنه میگیرم، نرمال نمی باشه، اگران تو عشق زیاد میاید ما را که اما نرمال هموز که اما گریه طبیعی باشه. گریه طبیعی باشه. چند تا فلم دیدی تا حالا؟ فیلم ها زیادی، ما اوانی را هم دیدیم. نه همی تو یک تخمینی بگویی از زمانی که علاقمند فیلم دیدن شدی چند تا فیلم دیده باشی؟ داخلی یا خارجی؟ همه گیش یک جای داخلی یک شاید یک 300 تا آدم دیده باشم. خب. چی خارجی؟ خارجی 300 تا داخلی یک 70-80 تا را دیده باشم. خب کم دیده دیگه خیلی خود قدرم نداره که یک فیلم هایی که اوانی دیده داره کرده. فیلم هایی که یک ذره مشهور است و آرام مشهور است. ما به خاطر فیلم ما نگفتم با اون تو هست کسایی که سینماگر نیست فیلم که سعی میکنه با یک لذت میبره. ما به خاطر فقط لذت بردن نمیگیم، یک پیام از اون میگیریم. همکارم یک عکسارم بر ما بیارین، یک چند تا عکس هم داریم دیگه، عکسارم برات نشان میتیم. آقای ارکان نمیشناسی دیگه حتما 100%. در مورد عکس ها بسیار کوتاه نظر تمی داشته باشیم، بسیار کوتاه دیدگاهت شریک میکنی و ببینیم در مورد تصاویر عکس ها چی گفتنی داری. بریم بخیر نخستین تا عکس نشان بتیم با آقای نورستانی عزیز، ببینیم چی گفتنی دارن. و شما بیننده این برنامه از طریق یوتیوب تلویزیون آرزو هم هستین، نیاستی بسیار دیر است هم یوتیوب هیچ یاد نکردیم. شما هم وطنهای عزیز اگر موفق نمیشین از طریق ستلایت ببینین یا از طریق تلویزیون برنامه رو ببینین، همی برنامه همی حال در یوتیوب تلویزیون آرزو هم در حال پخش و نشر است. برین در اونجا یک سر بزنین، کامنت بتین، دیدگاهتان رو شریک بکنین، سابسکرایب بکنین این چینل محبوب و دوست داشتنی را. همکارای بسیار خوب و عزیز ما زحمت های بسیار زیاد میکشن، برنامه‌هایشون رو تعقیب بکنین، همراه و همگام باشین. البته کسایی که موفق نمیشن که از طریق تلویزیون بیننده باشن، یوتیوب تلویزیون آرزو رو تعقیب میکنین حتما. چطور از برنامه؟ ما گفتم یک سینماگر خوب میتونه تشخیص بده همین برنامه سازی و برنامه‌ای که خوب باشه هر کس تشخیص میده، هر کس میگه که خوب است. اگر برنامه که درست نباشه امون سینماگر کبام که امون خواستایی که خودش امون داریکتر امون برنامه هم باشه میگه والا اینجا خوبش نیست. چطور است این برنامه فعلی بدلتان است؟ تکیب میکنم بهترین، هیچ حرف نداره. تشکر از شما، سلامت باشین. چی هستی؟ یکی از فیلم آمریکایی بود، فیلم با نام تیتانیک. بله ما بسیار خورد بودم که فیلم ما میدیدم. یک داستان واقعی هست که گذشته را یاد تصویر کشیدم. ما هدف ما از تصویر دهی بود که شما دیدین چی اونار پیشا و سینماگرای موفق دهی است و چی رقم فیلم سازی کردن، چی رقم یک فیلم ساختن مثل واقعیت و واقعیت که اگر فیلم تمامش داخل یک اتاق بود که اما یک اتاق بود نه بود که یعنی بیرون مثل که اما داستان واقعی که تر شده قسم جوره هم کرد. تو یک روز میرسه افغانستان و تو توانایی پیدا کنه. ما پیشتر گفتم اتفاق باشه یک سینماگر که نو میه، یعنی سینماگرای دیگه میگه اگر او سینماگر که نو میه استعداد داره یک چیز جور میکنه، سینماگرای دیگه او را حمایت نمیکنه، میگه وی چی است که جور کرده. باور به خدا کنین یک سینماگر پشت دیگه سینماگر استاد شوه که اگر خرابم کنه تشویق کنه. سینمای ما همیشه رشد پیدا میکنه اما فعالیت ها زیاد میده. بله بله بله. تصویر بعدی مشناسین؟ نامش آشنا نیستم. نه از افغانای خود ما هستن، آقای صدیق برمک. میشناستم صدیق برمک که ما اینجا. چطور از کارهایشان رو تعقیب کردید؟ تعقیب نکردیم رو دیدین؟ ندیدین؟ اما با نامش آشنا هستم. باز یک چند برنامه را که یک در یک تلویزیونی بود که اونجا هم داشت اونجا دیده بودم اما زیاد تعقیب درباره از این خب ایواردهای بسیار زیاد دارن، جوایز بسیار زیاد دارن. این را میبینین که یک ایوارد شو بوده به نام گولدن گلوب ایوارد که اینا هم تانستن که یک جایزه خاصه
از این چیز بگیرن، ایوارد بگیرن. شما هم ایوارد داشتین؟ جایزه داشتین یا نه اگه اونجای؟ ما اما تقدیرنامه چیزا داشتیم. سلمان خان فکر کنم فیلم تایگر است، تایگر زنده است، تایگر زنده، تایگر زنده، تایگر زنده. کدام دیگه؟ خب ما میشناستم، دیگران میشناستم. کدام دیالوگشان یاد دارن از این فیلم؟ از فیلم تایگر زنده نه ورا ایچ دیالوگ دیالوگش پیشتر گفتم، اما دیالوگ های 2013 ای چیزا را گفتیم، اما این فیلم تعقیب کردیم، اما دیالوگ هایش خودم جالب دیالوگ نداشتیم ما یاد کنیم یا بیننده دیالوگ جالب نداشته؟ نه خصوصیم دیالوگ نداشتیم، دقام دار میگیر از تک تاک مند از جالب تر میشه. بله بله بله. تصویر بعدی از این بعد یک دیالوگ شه همیار رقم میشه بکنی دیگه نمیمانه تا آقای نورستانی دیالوگ شدم بیگ خدا. همین بیگ خدا خیلی مجرد بود. سلیم شاهین از اینجا که رفتم ما قدر شفا میدیم. خب. قدر سینما را تو وقت نمیفهمیدیم؟ نه نمیفهمیدیم. امیال را فهمیدیم. وقتی که رفته یک روز سینما باز نیست. خب. باور کنیم وقتی که اینجا بود حداقل دو ماه بعد سینما بعد سینما روی سینما ما باز میشد. هم اگه میرفتیم با شاق علاقه فیلمای را فیلمای زیر فیلمای دیگه اونی را ما میدیدیم. اما این که رفت فکر کو یک مادر که طفل خود رها میکنه میره و طفل که یتیم تا که دیجه خود برسه نمیتونه. از شما را چیتان بودی؟ یک از ما چیزی نمیشه، فقط یک هموطن ما از یک هنر پیشه دو هنر پیشه آل یک تداد. من منظورم از این بود که یعنی استادتان میتونین بگویم؟ ما میتونم استاد گفتم میتونم، چون از ما قدر بزرگتر هست. وقتای جمهوریت فیلم ها رو زیاد جور کردم، ما میتونم استاد بگویم، کاکا بگویم، کاکا. ما چون ما چند بار بخانش دعوت هم شدیم، ما نان نمک هم شدیم، ما چیزی گفته نمیتونم، اگر نان نمک چیزی که هست امون رو براتون گفتیم. کدام گفتنی اگه داشته باشین برشان یک گفتنی خاصه که تا به امروز هیچ کس نگفته باشه شما بگوین؟ ما میگم از طریق تلویزیون شما اگر صدای ما رو بشنوید، اگر میخواید که افغانستان همیشه سینما ما زنده بانه، پس برگرده امون کارهای هنری خود در افغانستان پر جور کنه، اشکال نداره. بسیار خوب. یک فیلم نو فکر کنم زیر کار داره. زیر کار داره. فیلم هایی که در خارج جور میشه، فیلم هایی که داخل جور میشه داخل افغانستان فرق میکنه. اونجا او قدر بیننده نداره. فیلم های افغانی. ما که اینجا که افغانی را که اینجا ما میبینیم صحیح اونجا ما افغانی استفاده شده نفر افغانی. اینجا که میبینیم بعضی هایش که از بخاطر دیالوگ سر میگه بخاطر مردم، بعضی هایش بخاطر وطن ما همون لوکیشن ما سیل میکنه. اونجا لوکیشن دیگه است، هیچ مزی نداره. فیلمتان چی وقت بخیر نشر میشه، پخش میشه؟ فیلم ما یک 20%ش مانده. 20%ش مانده؟ در افغانستان ثبت میشه؟ همینجا ثبت میشه. چقدر مصرف کردین در فیلم؟ این فیلمی که هست گفتم دوستانه هست که بعضی دوستای ما برای ما کمک کردن. اما کمک اموز دوست هست که ما پیش میبریم. چند دقیقه فیلم هست؟ سینمایی است. چند ساعت میشه؟ یک ساعت و چهل دقیقه یا دو ساعت و چهل دقیقه. معلوم نیست دقیق چقدر مصرف کردین؟ معلوم هست، ما یک ساعت واری جور کردیم، آمده دیگه یک 20,000 واری آمده. 20,000؟ حال فیلم های دیگر رو ببینی که از خارجی را از گب میلیم. ما این دوستانه جور کردیم، از کمره گرفته، هزار دلار تیر میشه. اوف سعیز، یک نفر که داریکتر، او پسر که مثلا میگه یکش داریکتر میگیره، یکش کمرمین میگیره. دیگه چیز ما تمام چیز خود ما هستم دیگه. مشکل نداره. خب بعد از این هم شاید فکر کنم چون مثلا بالا دیگه چون اونجا کریکارای زیاد استفاده میشه. بچه فیلم هستن شما؟ بله. نقش مرکزی داره؟ نقش مرکزی دارم. اما فیلم یک پیامی داره. خب. یک پیامی داره که یک یتیم تلاش کنه اگر دست و پایش صحتش جور باشه، تلاش کنه از فقر تا کجا میرسه. نمیره پیام داره. کدام دیالوگ خاص هم داره؟ فقر بودیم. دیالوگ خاص نداره. بعد از این در اسکریپ هست تصمیم داریم. خیلی خوب. وقفه میگیریم آقای ارکان نورستانی. بیایم وقفه رو خودت بگیم دفعه. اما تو بهم اکشن و پتکه بگو. اونمو کمریت است. اما تو بهم سیاست فیلمی وارو بگو دیگه. خب دوستای عزیز وقفه داریم. دوباره پس بر میگردیم. نه نشد. اما تو گفتم با پتکه و سیاست دیگه. نه سیاست بگویم بینیم دو خواهد بگه هیچی گفتم. نه دیگه اکتنگ هست دیگه. خب حالا که دیده با چی گفتم دوستای عزیز که پا جدی بگویم. بگویم دیگه. ببینیم دوستای عزیز وقفه میگیریم، بعد وقفه انشاءالله دوباره بر میگردیم. شما جای نره نگرنه خودتان میفهمین. امرای برزای سرمون
تشکر از همراهیتان که شما بیننده هستین و حضور دارین. برنامه آخر هفته جایی است که همگی را ما در این برنامه می داشته باشیم و قیر کن. سیاستمدار داریم، هنرپیشه داریم، سینماگر داریم، استاد داریم، جامعه مدنی داریم، اطفال داریم، نابغه داریم. دیگه ما میتونیم شما رو بگیم یک نابغه هستین در کار هنرتان. خب نابغه ما هر کسی گفته نمیتونیم. یوان کاری کرده باشه که امنه او کاری که نابغه میکنه چی تفصیل باشه چی کلام باشه. نی کلامه کرده نمیتونیم تفصیل کرده. خب یک کاری باشه که برای بیننده یا برای مردم برای هر کسی که هست یک جالب باشه. یک چیزی باشه که خودش یاد کردن از او برای دیگران سخت باشه. او را ما میتونیم نابغه گفتن. هر کس ما میتونیم. قسمی که ما کار میکنیم در سینما و دیالوگ این را شاید یک طفل هم بتونه. بله بله. این قسمت یکم داغ‌تر است نسبت به دو وقفه که داشتیم. شاید عصبانی شوین دیگه. نایفون میشین. نمیشین. یکان سوال هاست دیگه که از مردم است پرسان میکنیم. آقای نورستانی، وقتی که من ویدیوی شما را از طریق صفحات اجتماعی دیدم، در فیسبوک ها که دست به دست شده بود، در تیک تاک ها شده بود و امو اکتنگ سلمان خان هم میکدین و صدا از اونا بود و خود به نام سلمان خان مشهور ساخته بودین یا مشهورتان ساخته بودن، مردم که کامنت داده بودن به جایی که زیادتر شماعت کنه مشکل خلق کرده بودن و تقدیرتان نکده بودن و بسیار زیاد مذرت هم میخواییم که گفته بودن ای چی رشخندیست، ای رشخند زدن سر خود است، ای حماقت است، یک تعداد توهین کرده بودن. او کامنت ها را میخواندین شما؟ ولی میخواندم و او را ما چیزی گفته نمیتونم از او را بیننده را ما دانش بسته کرده نمیتونیم. او کار خودشان هست. ما یک شا اگر چوب کرده بودن دیگرایش را چی کنیم او همو فکر مفهوره خودشان هست که میگن. او را ما چیزی گفته نمیتونیم. خب شما بالاتر از 300 یا 400 فلم دیدین؟ بله. بجای از امو 300-400 فلم اگر 300 یا 400 دانه کتاب میخواندین امروز سرنوشتان چی رقم بود؟ شاید ایره گفته نمیتونم، شاید بهتر میبود، شاید از این قدر بدتر میبود. ما ایره نمیتونم گفته. ما کتاب را هم میخوانم. ای تو ای گبنین ما تمام زندگی را بانیم که یا فیلم بسازیم یا کتاب بخوانیم. هر کس وقت داره. ما همون نظر و همون وقت دیده باز همه چیز را میخوانیم. چقدر درس خواندین؟ ما مکتب خلاص کردیم. یکی از اینستیتوت ژورنالیست هم دو سال را خواندم. چی کردین؟ ژورنالیست خواندم دو سال را. ژورنالیسم؟ ژورنالیسم. یعنی شما یک ژورنالیست هم هستین؟ خب ایره ما گفته نمیتونم، شاید ما و شوق علاقه ما بود که ما خواندیم. نه وقتی که درس چه خوانده باشین خواه هستین دیگر؟ یا دو وقت شوق بود. ژورنالیست هستین؟ هیچ مشکل نبود. خوب است. مردم افغانستان از نظر خودت چی رقم یک مردم هستن؟ با درک همه انتقادهایی که زیادتر به جانب یک تعداد سینماگرها و بعضیا به وجود می آید. خیر قبلا هم گفتم یا یک نفر که از او قدر بالاتر بره حمایت نمیکنه. دوار همون نقطه ضعفش پیدا میکنن که از او قدر پایین میخواین که پایین بیاید. شما بالا رفتین یعنی؟ ما اگر ما بالا هم برم ما نمیتونم بگم. اگر نه بالا رفتین شما جای را به دست آوردین، هدف را به دست آوردین یا نه؟ بله، چیزی که ما میخواستم جای رسیدیم که یک چیزی که ما میخواستم تا اونجا رسیدیم. اما چی خواستین؟ چی رسیدین؟ ما هر چیزی که از خداوند خواستیم چی را به دست آوردین؟ مثلا چی به دست آوردین؟ ما یه وقتایی بود گفتم ما چوپانی میکردم، بسیار خرد بودم چوپانی میکردم، آرزوی ما اینمی بود که درس بخوانم. اما زمینه مساعد نبود. دو نورستان هست، مشکل بود نورستان. شما در کار هنریتون چی به دست آوردین؟ کار هنری ما یکی خواه علاقه شوق ما پوره شد و دیگه ای که هر هنری ما که ما یک چیزی که جور میکنیم برای بیننده یک پیام داشته باشه ما تو جور میکنیم. اونمو برای ما مهم نیست که ما پول به دست بیارم از این. صحیح است؟ مهم نیست که ما چیزی که ما میخوایم دو ما برسیم. خلاص ما گفتم وقتی که دو چوپان بودم بعد از اومدیم ما چیزی که از خداوند همیشه دوای ما می بود که کاش یک جای می رفتیم که درس می خوانم. اومدیم درس خواندیم، بعد از درس یه شوق علاقه ما ده فیلم بود که ما اومدیم ده فیلم. هسته هسته هر چیزی که خداوند میگه ما عمو رفت چیز چیزی میتم میگه عمو مطابق به رفتارت ما عمو چیزی که جایی که رفتیم عمو پس عمو چیزی که میخواستیم اون رو هم بدست آورد. در کشورهای دیگه اگه زیاد دورم نریم، کشورهای همسایه کسایی که میخوان سینماگر شون باید یک درسش بخونن، پانتونش بخونن، رشته‌ش بخونن، نه که قوارت یا ظاهرت به کی میمونه و
مثل فلانی کس وارستی و چهره تو را است بادی و اندامت تو را است تو بخدا فلم بیا افغانستان از خود تام خود نبوده که آل خود تا سلمان خان گفتن خود تام خسته باشی به جایی که بگی آل من سلمان خان هستم و بچه فلم هستم بیا که در فلم ها برم ببین ما دو قسم میتونیم وارد سینما شویم سیز یکی خود ما درس خوانم درس او هم علاقه هست درس میخوانیم بعد از درس میایم یا پرودوسر برنامه میشیم یا دایرکتور برنامه میشیم یا همو سنه میایم فلم کار میکنیم اونم میشیم یکی علاقه شوق علاقه هست اگر علاقه نداشته باشی نمیتونی نه درس بخوانی پیش رفته میتونی نه بدون درس این شوق علاقه ما بود که ما رفتم باز هم تانستم یک چیزه درس شخ نخوندی نه درس سینما رو نخوندم کار اشتباس یا خوب است ای که درسش نخونده باشین هنرش نخونده باشین در سبقش دوام نداده باشین تعقیب نکرده باشین بخیزین بیاین خود هنر پیشه نامتونه بانین مهم همو استعداد است چی درس بخونی چی نخونی این استعداد پیش خودتان استعدادتان بسیار عالی است یا مردم هم میگن که استعداد عالی دارین نه اگر پیش ما می بود امروز اینجا نمی بودم پیش ما نیست این نظر مردم هست مردم میگه مردم تشویق میکنم اگر پیش ما می بود یکان فلم ما کار نمی کردم کسایی که دایرکتوری میکنم یک چیز استعداد ما را دیده که اونجا در فلم آمده خب یکی از همین استعدادهای بسیار خاص به ما نشان بتیم یاله که ما واقعا بفهمیم که شما بسیار با استعداد هستین بسیار موفق هستین در هنر سینما در تئاتر در فلم سازی و یک کس هستین که واقعا بگیم کف بزنیم برتون بگیم اگر درس شما نخونده تحصیل شما نکده واقعا یک هنرپیشه خوب و با استعداد است ولی اکتینگ شاید اکتداد هر کس بتونه بکنه و یک پتکه و سیاست یگان نقشای دیالوگ داشته باشه اما یک چیز خاصه که خودت متمایز بسازه متفاوت بسازه نسبت به هر کس دیگه چی است خب شما باز میتونید که همون کسایی که درس خوانده همون نامش گرفته میتونید که کی هست که وارد سینما شد من منظورم کشورهای دیگه است جهان دیگه است سینمای دیگه است کشورهای دیگه ما داخل... ما داریم در افغانستان هم زیاد کسا داریم که هم تحصیلش کردن درسش خواندن موفق بودن در کار خود ما نمیگیم شما موفق نیستین آقای نورستانی خب ما میخوایم یک قسمی گپ میزنیم که یعنی شما هیچ چیز نخواندین ناکامادین در سینما نه قسم خب خودتون گفتین که نخواندین تن هیچ ناکامادین ما گفتم شوق علاقه هست شاید درس هم بخونی اگر نخونیم شوق داشته باشیم میتونی که اون کارو پیش ببری حالی که به طور مثال یک نفر دو یک چیز شوق خاص داره بفهمه که استعداد شام نداره توانایی شام نداره درس شام نداره بخیزه بره دو کار که من شوق دارم هیچ انسان نیست که استعداد نداشته استعداد درونی خدا داره بچه‌ای هستی که باعث از ایشا شما حمایت شین پشتیبانی شین بیشتر باعث توهین و تحقیرتان میشه شاید شما خودتان خبر نباشین خبر نشین ولا فکر کنین که مردم ما حمایت میکنه در اصل مردم یک تعداد توهین و تحقیر میکنه نه صحیح برازا صاحب او کسایی که توهین میکنه اگر تو کار خوبم کنی بازم توهین میکنه اوا دیگه کسی از این نیستن که تو پیشرفت کنی حال شما پیشرفت کردین تا که جایی که ما میخوام بله یکی از پیشرفتایتون رو بر ما نشان بتین پیشرفتای ما اینست که ما وقتی که جای میریم باز مردم امو اخلاق که امرای ما میکنن امو عزت که امرای ما میکنن اونم بر ما کافی هست خب یک اکشن یک تمثیل جالب داشته باش یک تمثیل بسیار متفاوت از هر کس که نمیجا استعدادت مردم ببینه و واقعا بگن که آقای نورستانی واقعا یک هنرپیشه مستعد و تواناست یک تمثیل چی کنم؟ یک تمثیل کم و استعداد تانه نشان بده. خب ما کدر ما تمثیل کردیم دیگه خب دیدیم کنیم باز هم یک تمثیل کنیم خب باز هم که چیزی که نده یک آمادگی نباشد همزمان یک تمثیل عشق و لبخند داشته باشین خودتان دیدین عشق هم کردیم؟ همزمان عشق و لبخند نمیشه؟ نمیشه یک رقم سوال میکنی که همزمان چه قسم میکنی هم گریم؟ در سینما و تئاتر فکر کنم همزمان میشه همزمان دو قسم میتونه همزمان زمانی که از کسی بخواین یک امتحان گرفته بشه شما وقتی که به سینما را پیدا میکنین آقای نورستانی خب یک تیمی هست یک کسی هست که اول از شما یک امتحان میگیره حالا اگر همتو دیگه به سرپوش و هر کس بیا فیلم بسازه امتحان نمیگیره تو همزمان هم گریان کنم همزمان دو قسم میتونه حالا شما فکر کنین که این از شما یک امتحان گرفته میشه امتحان او راههای زیادی داره تنهایی همزمان گریه کردن نداره همزمان هم گریان کنیم یک دیالوگو بگین که بر 2-5 ثانیه گریه ده او باشه 5 ثانیه بعدش لبخند بیاد او میتونیم من 5 ثانیه خنده کنیم 5 ثانیه گریه بگین چی بگین؟ گریه یک دیالوگ بگین یک چیز بگین 5 ثانیه اولش گریه باشه و ناراحتی باشه زود کده پس در لبخند و خنده بیاین تبدیلش کنیم مشکل هست دیگه باز جور کردن بسیار مشکل هست
دور ای که چیزها مشکل است. باز اول خوب صحیح آمادگی بگیر بعد از اون میتونی. اگر ما چیز دیگه بگیم دیگه چیز برای مشکل است. کدام کار برتان آسان است؟ هیچ کار دنیا آسان نیست. اول زحمت کار داره، تلاش کار داره، بعد از اون میتونی او را آسان تر بسازیم برات. رقیب دارین در سینمای افغانستان؟ کس رقیبتون باشه؟ اما سینماگر هر یکی دیگه خود رقیب دارن میگن. کسایی که جور میکنن، جور میکنن، دیگهش حمایت نمیکنن، نمره ویگازی که ما بیشتر کار میکنم. حتی من در سینما افغانستان هست. اگر کی هست رقیبتون؟ اگر نمیبود، نامش گرفته نمیتونم. نه بگوین دیگه. رقیب خود میشه آدم بگوین، راحت نامش بگوین دیگه. ما نمیخوایم کسی، یک نفر که بد باشه او را در میدیا نامشان بگیرن. نه رقیب خود بد بوده نمیتونه. رقیب خود رقابت مثبت است. نه آقای نورستانی. او را ما داریم در صفحه های اجتماعی هم داریم، بازی هایش مثبت بر ما چی میتا، بازی های منفی میتا. او را ما خودش چه صفات هم بگیرن. تشکر آقای نورستانی عزیز. امید که ناراحت نشده باشین. البته من زیادتر همی گپای مردم را جمع میکنم. یکان سوالایی تکردی که خیر بازم شما ببخشین اگر تکردی. خواهش میکنم. ما همی بیشتر همی گپای مردم را جمع میکنیم. در این قسمت اول برنامه و دوم برنامه باز مردم شما مردم میگه اونو را میگین. بله بله سلامت. بیاین همی انرژی را خوب باز کنیم سرشه. یک بار از انرژی مانا بنوشیم ببینیم که چقدر لذیذ است. چقدر خوشمزه است. یک بار بنوشین، بار باز دلتان میشه. یک بار بنوشین، استفاده کنین، بخورین. باز بعد از اون بخیر ان شاء الله. من مطمئن هستم که 100% مشتری می باشین. چطور است؟ مزه‌دار است. ناخود تعریف نمیکنه. دیگه در خانه خریدین تا از انرژی مانا برای خودتان؟ بار است. یعنی یک ورزشکار هستین دیگه. من انرژی رو ما زیاد گرفتیم، اما ای را تانوس فکر نکنم که بازار باشه. بله بله آه. انشالله بعد از این بخیر. همیشه مطمئن هستم که نوش جان میکنه. بسیار مزه عالی داره. بله وعده است. تشکر از شرکت برادران مومن و انرژی مانا. واقعا یک طعم مزه‌دار و لذیذ داره. یک کم دیگه هم بخوریم. بسیار عالی است. خیلی خوشمزه است. شما میتونین از بازار دکانهای افغانستان به قیمت بسیار مناسب و کم به دست بیارین، نوشان بکنین. آب و هوام گرم است، همچنان هم کیفیت داره، هم مزه داره، هم برای آرامش اعصاب بسیار زیاد مفید است. دیگه برنامه ما خلاص شد. تشکر آقای نورستانی عزیز. خواهش میکنم. خفه نشته باشین. خدا مگر گپ تا غراز داشت. سلامت باشین. تشکر. ممنون شما. لحظاتی را با سلمان خان افغانستان بودیم که قصای بسیار جالب و گپای جالب داشتن و تشکر میکنم از اینکه آمدن و حضور پیدا کردن. ممنون از شما بیننده‌های بسیار عزیز و نازنینم هم که با ما همراه و همگام بودین. همیشه همراهی کردین، همیشه همکاری کردین. چی از طریق تلویزیون بوده، چی از طریق یوتیوب بوده، اینستاگرام بوده، فیسبوک مقبول زیبای تلویزیون آرزو بوده. در اونجا هم شما کامنت دادین، نظریات بسیار خوبتان شریک کردین. ما همیشه شما رو دوست داریم. سربلند باشین، هیچ وقت نگذارین که سختی‌ها و ناملایمت‌های زندگی، ناراحتی‌های زندگی و مشکلات زندگی بعد از اینکه شما دارین شما رو متوقف بسازه. همیشه با انرژی زندگی بکنین. زندگی دو روز است، یک روز شام رخصتی است. دیگه خوش باشین، سربلند باشین، پیروز باشین. تشکر از همکاران بسیار عزیز ما و تشکر از رستوران ترکش واقع در مجید مال شهر نو کابل که با ما همراه و همگام بودن. تا اینکه در هفته دیگه با یک مهمان بسیار عزیز و نازنین دیگر خدمت شما برمیگردیم. شما رو به عزت ممنون میسپاریم. تا درود دیگر.